ای خدا جان عاشقی زارم تو کردی، درختی گل بودم خارم تو کردی جان محبوب. ای درختی گل بودم در بین گلها، به خاکی کوچه با مالم تو کردی جان محبوب. ای دلبری من، دلبری من، کجایی تو بیایی دربری من. وای چاش که میشه هوا گرمه، باز ما همینجی اینا رو میندازنیم مثل یخچال طبیعی اینا رو عمل میکنه. اونجی اون چیزی که با شیرین باشه، یختر باشه، به اون کیفیت اضافه میشه. همین مشخصه ای که بفهمیم که این رسیده و باید کنده بشه چیه؟ همین مشخص این زرد بشه دیگه. زرد، ولی این خوان این سبز کنده. البته عاشق هم بودی. آدم که بدون عشق نمیتونه زندگی کنه. خداوند بخشاینده و مهربان. سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. اینجا یکی از مناطق شرقی شهر هرات است، در یکی از قریه‌جات در ولسوالی گذرا آمده، منطقه‌ای به نام داشون و نشین هم میگن، بیچاقی هم میگن، نام‌های مختلف، چون این جایی که ما هستیم در مرکزیت یا در محوریت نمی نام‌ها قرار داره. شالگک است و اینجا هم در کنار ما خربوزه فالز هست، مزارع کشت خربوزه هست و ما خواستیم در این برنامه از فصل برداشت خربوزه با شما برنامه داشته باشیم. البته برنامه های متعددی در این مورد ثبت شده، ولی ما در این منطقه میخواییم برای اولین بار هست که بیاین و البته این برنامه را ثبت بکنین. هدف اصلی این برنامه ای هست دوستان عزیز که ما نقطه وصلی باشیم با بین دهاقین و شماهایی که سال هاست از کشور دور هستین و از دیدن چنین مناظر زیبایی محروم بودین، ولی امروز میخوایم به گونه مجازی هم که شده شما را بیارین در اینجا و ببینین که زیبایی های مزارع کشت خربوزه را با شما در جریان بگذاریم. از داخل اینمی شالگک ما میخواییم کار خود در امروز شروع بکنین، برین به خربوزه چیدن و با دهقانا کمک بکنین، ببینین که ما هم میتونیم که در چیدن خربوزه اینا رو همراهی بکنین یا نه. در اینجا کلاه هست، کلاهایی که مخصوص برای آفتاب است، از اینا رو میگیرین انشاءالله به سر خود میکنین.
میگم این کلا از کینه که ما برداشتم از داخل از این شاله؟ میگم شما خوال کلاورداره بشدن دیگه. بیشترم برو. خوشحالم برو. خوبین، اسم شما؟ حسنم برو جون. حسن جان چه کار میکنین اینجا؟ همینجا مشغولم کشاورزیم برو رو این خالص کشتیم برو. حال اینجا دستکش داره موجه هست. چه کار میکنین؟ همین کمی خرزه میری کنیم بدم به برادرها ببرم به شهر ببرم. خب اینا میبرم به شهر میبرم. بله یا ببرم دیگه تقدیم کنیم. بفروشم. بله یا بفروشم. پیش فروش هم دارم یا نه؟ همین روبرو بیرو میکنم میایم میبرم برادرها. بله یا همینطور. بله دوستان عزیز. جناب. اینمی کلار دیگه از اینکه کلاوردار شدم باشه که پس بردارم این کلا. دیگه به هر حال دنه برارم. اینا حسن جان و همکارا اینا از داخل پالز آوردن اینجا که دوستا میخوان ببرن به داخل شهر بفروشن، درسته؟ بله بله بله. بله دوستان اینا نام از این خربزا چیه؟ اینا گرگک بروجه. گرگک؟ بله یا گرگک. چرا گرگک میگن؟ اینا به خدا راست بپرسن نفهمیم. نه خب واقعیت شبیه کله گرگ راست میگم واقعیت نام بیشتر باز به مزه خوشی رقمه. خیلی شیرینه. یعنی مثل قنده دیگه. از شیرین تر دیگه نداریم به باز. بسیار صحیح. حسن جان بریم که خود شما کمه بکنه. چی گفته؟ بفرمایید. شما آزادیم ساغری سه. بریم که اونجا همه بازار شما کساد نشه. این طرف میریم. بله. بریم. آباد بکری هی واد متن غشت دی بچو. حتی پل با وارد زمین شدیم که در اینجا خربوزه است. اینو چند جریب است حسن جان؟ 35 جریب به دست مانه. به دست شمانه. خب. سرک تا بزو گلا. خب خب بریم. بریم شما جلو شیم جایی که قراره که کنده بشه شما بلده. همه تو بیه همه تو. همه جوای من بگم. محمود جانم خود شما همکاره؟ بسیار سی. بسیار سی. اینا چه کار میکنن؟ نمیت تیرشیم لالا یاسین؟ خرابکاری نکنیم. السلام علیکم. اشتنیم یاسین جان عزیز خوبه؟ مانده نباشیم. سلامت باشیم. نام شما را از همکار شما شنید. اسم من محمد یاسین باشنده غریه کورت خلیفه صاحب. بسیار صحیح، بسیار صحیح. سلام دارم خدمت شما و کامرمین و محترم شما و بینندگان عزیزی که سلام را از پرده تلویزیون شما بینم. بله، همین کسی.
چی کار میکردین شما؟ ما مشغول همی چیندن و پالزم دیگه. پالزم. شما دیگه فقط اینا رو میچینیم یک گوشه میگذاریم. محمود جان و لالا حسن. لالا حسن. اینا رو میبرن اونجا. بله میبرن. خب ساغری سیبم خو اینجا میفروشه. بله اونم بازاریابمونم به حساب دیگه. مارکتینگ میکنم برای شما کنار بازار. بسیار سی. بیاین که برای ما یاد بدین که چی رقم ما بفهمون که کدوم اگ رسیده یا کدوم اگ نوراسه. باید بگردیم. خب بعد بگردیم میگردیم دوستان عزیز شما بیاین آقای پویا من فکر میکنم انمی جگ رسیده باشه انمی ای چی رقمه؟ بله رسیده نه؟ بله رسیده انمی رسیده دوستان عزیز ایر باز چی رقم میکنه؟ نه ایره بسیار به سادگی انمی خربزه به سادگی کنده شد اینه اکه دگم هست نه؟ باز اینا رو اینجا میگذاره؟ بسیار صحیحه کار خیلی خوبیه دوستان عزیز و این نرسیده یه هنوزا پخته نشده میشه که پویا صاحبی رو به تصویر بکشین که دوستا ببینن این هنوز نرسیده نه؟ و قراره که برسه بالاخره یکی پیدا کردم هم که رسیده باشه اگر یاسین جان مر نزنم نگم که تو چرا ای کخر کندی نه؟ ای رسیده یا نه؟ ولی من نوزه نکندم خب؟ این امیر بیایی ما و شما دوستان عزیز بیننده حسن جان میخواهن امت یک چهار بیتی بسیار یا دو بیتی بسیار عالی به می صدای مقبول خوب بخوانن ببینین که چی میخوانن برادر ما آمدگی هم کنه داریم بازم چون شما خواهش کردیم دیگه نمیتونه نه بگی خواننده هم که نیم ما دیگه حریت بازم ای خدا جان عاشقی زارم تو کردی درختی گل بودم خارم تو کردی جان محبوب ای درختی گل بودم در بین گلها به خاکی کوچه با مالم تو کردی جان محبوب الای دلبری من دلبری من کجایی تو بیایی دربر من وای
خوبه مراد جان. البته عاشقم بودی. آدم که بدون عشق نمیتونه زندگی کنه، درسته؟ خدا به عشق خوب برسیدیم یا نرسیدیم؟ ان شاء الله که برسیدیم. بله آقا 100 درصد. نه ما خدا 100 درصد کمی بودیم. بله آقا. دیگه بعضیا بانه میکنم میگم ما نرسیدیم به عشق خوب. دیگه باید از ما از خورتکی وقت که دست راست چپ خور میشناسیم، باید کوشش و تلاش خور سعی خور باید بکنیم. باید همه چیز تقدیر و اینا به دست خود آدمه. دیگه باید خود آدم تلاش بکنه. تلاش نکنی هیچ چی به دست نمیآید. بدون تلاش زندگی رزیم اصلا. 100 درصد ان شاء الله رزیم. بله 100 درصد رزیم. شکر خدا الحمدلله همینج مشغول این کار میکنیم. بله ازدواجم کردیم. ثمره ازدواج ما دو تا پسر دارم، یکی 6 ساله یکی 4 ساله. بله خداوند حفظ کنه. یکم به راه بخیر باز زیاد خدمت. بله دیگه خیلی تلاش نمیکنی. به هر حال لالا مامو جان شما گفتنی چیزی نداری؟ نه بیم اینجا چرا تعصب شما خرابه؟ بشینی البته شما به عشق خونه نرسیدی. برسید الحمدلله شکر. برسیدی؟ بله برسیدی. چه کاری شما میشم عشق شما؟ دیگه این پاویلا یا تم بخشای نای بازم چی کاره؟ این دیگه نسبتا قیمی نداره. نداره کم کمی داره. چند پیش کنش از شما گرفت؟ من که بود علیشونی بوده. علیشونی بود؟ بله. خواه از مشکلات به ما نگفتین که شما سر از این مزرعه چی مشکلات دارین از طرف مردم، از طرف بالاخره مشکلاتی که شما دارین چی هست؟ مشکلاتی که دارم مشکلات اقتصادی. ما چون از اول که بیامدیم اینجا شروع کردیم از صفر شروع کردیم. این زمین که هست مال کس دیگه، ما کشتمندی نصفه کش میکنیم. دیگه همه چیزی کیف کنه که مثلا کارگر بگیریم و یا شورا و دیگه تخم اینا هم از وسط شده. 1,24,000 روپیه به این زمینی که شما تصویر برداشتیم به زیر مصرف برداشتیم. بله اینا هم از وسط نصف شده. ما 4 نفریم شریکیم خودیم دیگه. 4 نفر مانیم 1 نفر صاحب کاره، نصفه شریکیم. از اول از صفر شروع کردیم. وقتی ما اینجا اومدیم خوب شد باز صاحب کار کم خودیم و صاحب زمین کمک کرد. خود ما خودی همین پولی که مصرف شد تخم اینا شوره اینا رو بدادگ. انا حال باز که ما ثمره از این بدیدیم و وردشتیم بدادیم تو پولو. اول پول از اون حساب کردیم، بعد حالا که فعلا ما برو فایده ایم. بله برو فایده ایم شکر خدا خوبه. بله میشه 4 نفر از 4 فامیلی. 4 نفر. بله بله همسایه ایم. همه میگم همسایه ایم. همه شما برادر زندگی میکنیم. بسیار سعی. بسیار سعی. همه گی اگه میخواهم موفق باشم به همه کارا خو صادق باشم. صادق صادق باشم. صداقت بیترین چیز در انسانه. راست رستی بیترین چیز در انسانه. باید راست بشی همیشه. هیچ وقت دروغ به کسی نگی. همیشه صادق باشیم به هم دیگه. موفقیت رمز موفقیت صادق بودنه. اگه صادق نباشیم هیچ وقت موفق در زندگی خود نمیشیم. خواسته باشیم مثلا من به شما میگم شما از من میپرسید کجایی فلانی کاری داریم برای من، به شما میگم 5 دقیقه دیگه میام. تو نمازدگر نمیام شما رو معطل میکنم. خب این که این اصلا درست نیه. فقط برای از اینا میگم صادق باشین، صداقت باشین. یک چیز دیگه میخوام اضافه کنم به همه برادرها میگم، من پدر مادر ندارم، از دست دادم اونا رو هر دو تا. یعنی من اول پدر شدم، پدر دو تا فرزند. یکی دیگه گفتم به شما که برای که میای از این بعد خیلی خوشحاله. خیلی هر چی بگین چون به خاطر که سونوگرافی کردین دختر میده او واسه که خوشحالم. ولی نام خدا او دو تا دیگه پسر میده. پسرم ولی او دو تا دختره. ولی که دختره خوشحال خاطر دختره خوشحال دختر خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. ولی دوستان عزیز یاد بگیرید کسایی که از وجود دختر ناراحت میشن. بعضی هستن متاسفانه به معنی که خبر میشن خانمشان اولاددار و بازیرن میبینن که دختره خیلی ناراحت. متاسفانه این دوری جهالت نشون میده. کسی که این کارو میکنه دوری جهالته. قبل از پیغمبر خدا که دخترها زنده به گور میکردم این کار درست نیه. اصلا این کارو نکنم. اصلا این کارو نکنم چون خدای نکرده به صف از اونها استاد میشم. دختر خیلی چیز خوبیه. خیلی میوه خوبیه. خیلی بله خیلی شیرینه. بازیت که معلومه باز بله دیگه از دو تا دیگه بیشتره. یار اگه بگم مولک شیرین تره واقعا که هنوز نام خدا به دست نمیستن از خوشحالی. بسیار عالی. الهی که همیشه بیت خوشحال باشین. سلامت باشین، موفق باشین، زنده باشین، عزت باشین، خوش باشین، کامیاب باشین، پیروز باشین.
همچنان باقی است. شما دیدین و شنیدین و که ما صحبت کردین با دهقانای عزیز و در خصوص برداشت خربوزه برای ما و شما گفتن، از خوبی ها و از مزایای این میوه خیلی خوب گفتن و همچنان از مشکلاتشان هم شنیدین. با امید این هستیم که در افغانستان عزیز ما زراعت رونق بیشتر پیدا بکنه، حمایت بشه و ما هم توانسته باشیم در قالب این برنامه به قدر چند دقیقه هم که شده شما دوستان عزیز از طریق فضای مجازی بیارین سر مزارع کشت خربوزه و ما از طرف شما هم تناول کردیم و بسیار عالی و خوشمزه بود. جای شما خالی.